من چند تا نکته رو بگم. یه زمانی یکی بود از بچه‌ها می‌خواستش اسلایدر رو تنظیم کنه که چجوری یه استاندارد واسش در بیاریم. هست اومده. یه متنی ما چند وقت پیش همون اوایل یکی دو سال پیش تنظیم کرده بودیم برای اینکه اسلایدامون چجوری باشه. توش اینا بودش که هر چیزی که میگیم تو اسلایدها باشه و هر چیزی که تو اسلایدها هست بگیم برای افراد نابینا و ناشنوا. اینو خود رعایت نکرده بودی. خیلی جایی چیزایی گفته که توش نبود، ولی خوبه که توی هم برنامه هامون اینو مد نظر داشته باشیم، هم توی ارائه‌ای که میایم میدیم. و همینطور علاوه بر اینا کورنگ ها هم هستن که میبینم، ولی گاهی اوقات یه چیزایی نمیبینم. این سنتی که چیز کردید، یه تیمی مختص سنت اومدید دارید برای اینکه اینو پیاده کنه، بعد بقیه دیولپرها میان از اون مثلا سنت استفاده میکنم و بهش روش کانتریبیوتی ندارم. یه مسئله‌ای که حالا من توی اسلاید بهش اشاره نکردم اینه که حالا واسه انجام این کار ممکنه که اون حالا شرکتی که توش کار میکنید واقعا وقت همچین کاری نداشته باشه، و بعضی جا ممکنه که مثلا دو سه تا دیولپر مثلا پایه جمعشن دور هم یه همچین کاری بکنن، و توی شرکت ما هم شاید یکم همچین اتفاقی افتاد، ولی خب اون بیسش مهمه. یعنی شما بیسش رو بنویسید، از یه جایی به بعد اون مسئله ممکنه مهم بشه واسه شرکتتون و یعنی جزء ساعت کاریتون هم بیاد. ولی خب یعنی لزوما نه، آخه مثلا یه جا گفتی که میایم اوورراید میکنیم که دیولپر اگر اشتباه 56 در نظر نگرفته بیاد عوض شه، بعدا میخوایم یه کاری کنیم که اکسپشن بده. اینجوری من برداشت کردم که یه تیم هستید که دارید سنت رو توسعه میدید و تیمی که داره دیوار توسعه میده از این ابزار استفاده میکنه، با شما متفاوته. واسه خود سنت ما همچین تیمی نداریم، ولی جدیداً توی دیوار یه تیم زیرساخت داریم که زیرساخت رو قبلا داشتیم که حالا بک اند دیولپر بودن، الان تعدادی اندروید دیولپر هم هستن توی تیم زیرساختمون که این کارا رو تیم زیرساخت برات میگه. مرسی بابت ارائه خوبتون. من یه چند تا سوال داشتم، ببخشید من یکم مبتدیم تو اندروید. یکی اینکه کاتلین دی اس ال رو خیلی نمیدونم چیه، اگه میشه یکم بیشتر راجع به موضوع توضیح بدین برای من شفاف بشه کاتلین دی اس ال چیه. بعد یه چند تا سوال دیگه هم دارم، یکیش هم یه کوچولو بهتاد پرسید که اگه میشه راجع به مثلا تیم استراکچری که توی دیوار دارین برای یه تیم دیزاین و حالا تیم متخصصشون تیم دیزاینتون، یعنی تیمتون جدا یا نه همتون کلا یه تیم. اینو خیلی برام سوال بود، اینم کنار اون دی اس ال اگه ممنون میشم توضیح بدین. تیممون ما حالا یه سری تیمای محصولی داریم، مثلا تیم مثلا چت داریم که حالا روی محصول چت کار میکنه تو دیوار، و یه سری تیم هم هستن که مثلا ما میخواستیم ریفکتور کنیم از جاوا بیام به کاتلین، یه تیم در واقع کلاینت اندروید داشتیم که ولی وقتی که کارمون تموم شد اون تیم هم منحل شد دیگه، چون هدفش این بودش که دور هم جمع شیم و یه کاری انجام بدیم و اون کار رو انجام دادیم و تموم شد. یعنی منظورم این که یه سری تیمای موقتی داریم که مثلا دور هم جمع میشن به یه هدفی میخوان برسن، ولی یه سری تیما مسئولی هم دیگه. این که بیشتر پوینت هم می بود که تیم دیزاینتون جدا هست از تیم کدتون؟ تیم دیزاینمون میشه گفت جدا نیست آره، ولی حالا کنار هم دیگه میشینن به دلیل حالا نالشرینگ و اینجور بحثا، ولی خب هر تیم مسئولی یک دیزاینر داره. سوال اول هم دی اس ال بود، کاتلین دی اس ال یا دومین اسپسیفیک لنگویج؟ توضیح بدم درباره دی اس ال، خیلی آشنا نیستم با این موضوع، اگه توضیح دارین که، چون که میدونم شما سنت رو با این پیاده کردین، چیزی که خودتون سنت رو با این پیاده نکردین. گفتین که میشه مثلا حالا اگه ایکس ام ال رو بزنیم کنار میتونیم کد بزنیم یه چیزی مثل دی اس ال. ما کدایی که زدیم هیچ کدوم از دی اس ال استفاده نکردیم، یعنی شاید تنها فانکشن که داره استفاده کردیم همین اپلایاس، یعنی کاملا کدی که زدیم شاید جاوا استایل باشه و دی اس ال نبودش کنم. ولی خب اگر مثلا شما میخواید برید سمت همچین چیزی و دی اس ال میخواید داشته باشید، میتونید از انکو استفاده کنید. انکو چقدر توصیه میکنید که بریم سمت انکو یا دی اس ال؟ کلا ایکس ام ال رو بذاریم کنار.
همین این یه مسئله خیلی بزرگش همون پارس کردن XML که حالا اگر درباره انکو سرچ کنی یه سری بلاگ پست هست دربارش که مثلا گفتن خیلی مقدار زیادی میتونه پرفورمنستون رو بهتر بکنه. این یکی از دلایلش همین بوده. ولی انکو اینکه چرا استفاده نکردیم و شاید چون خیلی بهش فکر نکردیم مثلا که بریم سمتش. بعد اینکه استپ با استپ یه دیزاین سیستم رو اگه بخوایم بریم چه شکلیه. من خیلی من وسط جلسه‌تون اومدم باهاش. نه خواهش می‌کنم. دیزاین سیستم رو ما در اتفاقی که واسم افتاد از تیم دیزاینمون شروع شد. که حالا مثلا گفتن بیایم همچین کاری بکنیم. بعد حالا مثلا بچه کلاینت هم گفتن ای ول ما هم میتونیم همچین کاری بکنیم توی کلاینت مثلا پیادهش کنیم. بعد دیگه اینجوری شد که رفتیم سمتش. بعد که یکم قضیه جدی‌تر شد مثلا یه سری جلسه گذاشتیم با دیزاینر صحبت کردیم مثلا کامپوننت ها رو چجوری جدا کنیم، مثلا کامپوننت ها چی هستن، استیت ها چی هستن، درباره اینا صحبت کردیم. که اینجا من گفتم یه گوگل شیتی داریم که اینجا اسم اون کامپوننت توی اسکیچ رو نوشتیم. ما به فایل اسکیچمون هم حالا دو سه دنده دسترسی داره. بعد پکیج دایرکتوری اون کامپوننت توی حالا ماژول سنتمون، بعد اسم کامپوننت، بعد اگر مثلا به عنوان بک گراند شی شیپ استفاده کردیم اسم اون شیپ است که حالا این باعث میشه مثلا دیولپر میخواد یک کامپوننتی رو توسعه بده بده ببینید که این شیپ اسمش چیه، نره یه دونه بسازه واسه خودش. چون توی سورس کد قبلی جاوامون ما همچین مشکلاتی داشتیم که مثلا از ریسورس های مختلفمون داپلیکیت بوده، مثلا حتی رنگ هم مثلا داپلیکیت بود یا استینگ ریسورس ها. بعد استیت ها رو تعریف میکنیم یا مثلا این کامپوننت نوار کامپوننت تولبارمونه، یا مثلا این استیت نویگیبل مشخص میکنه که دکمه بک داره یا نه. بعد حالا خود نویگیبل هم میتونه مشخص کنه که دکمه بک باشه یا دکمه کلوز باشه یا آیکونش مثلا زب داره. این کارو کردیم و دیزاین سیستم اون رو تولید کردیم. این امکانم دارید که دیزاین رو بتونید داینامیک از بک‌اند تغییرش بدید؟ اینو من می‌خواستم یه ارائه دیگه واسش بیام ولی کاش دارم یه ارائه بود که یکم طولانی‌تر می‌شد. ما الان حالا فکر کنم از دو سال پیش شروع کردیم به اینکه دیوار رو ببریم به این سمت که یکم از این حالتی که بیزنس لاجیک توی کلاینت خارج بشه و یکم حالت ویجت بیس به خودش بگیره. بعد الان هم میشه گفت بیشتر شاید مثلا 90% صفحاتمون ویجت بیس و بقیه‌اش مثل صفحه اینترو و صفحاتی که واقعا نمیشه رو هارد کد کردیم. بعد ریسپانسی هم که مثلا سرور میده میگه که من میخوام توی اینجا فلان ویجت رو نمایش بدی، این ویجت مثلا استیت ها و دیتا هایی که باید توش پر کنی اینا هست و وقتی که روش کلیک میشه باید بری به همچین جایی. که اون همچین جا رو مثلا با دیپ لینک و اینا هندل کردیم. اون ویجتی هم که مثلا میفرسته مثلا دقیقاً اسم همین کامپوننت هست. مثلا میگه که مثلا حالا نوار که نمیشه، مثلا چون کامپوننت پست رو نشون بده، پست رو هم کامپوننتیه که توی لیست آگهی ها داریم. بعد میگه که مثلا استیتش اینه و اون نمایشش. خب بعد یه ذره در مورد این سعی کنیم بیشتر ببینیم میتونیم صحبت کنیم یا نه. ممکنه یه کامپوننتی چند تا اکشن داشته باشه، یعنی به ازای کلیک کردن میخوای چند تا کار متفاوت کنی با توجه به استیت های مختلف. آره این همچین کاری میتونیم بکنیم. مثال میتونی بزنی بعد بگی چه جوری پیادهش کردی؟ یعنی چی شد چجور پیدا؟ یعنی کجا یه همچین اتفاقی میفته؟ یه مثال میتونی بزنی؟ ما حالا این ساختار ویجت بیسمون دو شکله. یه شکلش که همین چیزی که الان گفتم، یه شکلش هم جیسون اسکیما. حالا بکنم کسی نمیدونه جیسون اسکیما یه چیز تکنولوژی خیلی چیزیه. ولی کاری که کردیم اومدیم یه مپر نوشتیم به اسم الک که این الکه میایم یه سری حالا این در واقع مپرای هر کامپوننت رو با دگر با مالتی بایندینگش پروواید می‌کنیم. بعد اینجا می‌کنیم تو اون الکه. این الکه میاد دونه دونه اون
مپری که مورد نیازشه رو از اون هش مپ خارج میکنه و بهش میگه که برو کامپورت مپ کن و در نهایت یه ویو اگر اشتباه نکنم ریترن میکنه که اون ویو رو ما مثلا اد میکنیم توی ریسایکل ویومون. بعد واسه این کامپوننت ها هم از کتابخونی گروپی استفاده میکنیم. واسه هر کامپوننت سنتمون یه آیتم گروپی هم داریم که این آیتم گروپیه کمک میکنه که یعنی یه جور ویو هولدر واسه ریسایکل ویو. توی ویو مدلمون با اون الکی مپش میکنیم، اون به ما آیتم گروپی میده، آیتم گروپی با لایو دیتا میفرستیم اینور و توی ویو نمایش میده. یه قسمت دیگه‌ش هم اون جیسون اسکیما است که جایی استفاده میکنیم که میخوایم توی صفحه‌مون ولیدیشن داشته باشیم. واسه بیشتر فرما استفاده میشه، مثلا فرم ارسال آگهی دیکار یا مثلا فرم ویرایش آگهی و اینا، که مثلا توی اونم شما تو ریسپانس سرور مثلا مشخص میکنید که من میخوام فلان ویجت رو نمایش بدی، تایپی که میتونه ذخیره کنه مثلا اینتیجر، استرینگ، یا بولین یا حالا هر چی. بعد یه سری ولیدیشن هم واسهش مشخص میکنیم، مثلا میگه که من میخوام مین آیتمش 2 باشه، مکس آیتمش 5 باشه، من میخوام پترنش این باشه، مثلا با ریجکس اینو چکش بکنیم، یا اینکه این مثلا ریکوایرد حتما باید پر شه، اینجور چیزها رو مشخص میکنه. بعد میاد این و ما همچین چیزی تو اندروید نداریم، ما خودمون نشستیم این مپر واسهش نوشتیم و حالا ممکن اینم اوپن سورسش کنیم توی برنامه اون هست و از اون استفاده میکنیم. ولی اون تیکه‌ای که من دنبال شدم یا گفتی نفهمیدم یا اینکه نگفتی، مثلا میخوای بر اساس استیت های مختلف اکشنی که واسه یه مثلا باتن تعریف میکنی عملکرد های مختلف داشته باشه. خب این نباید کلاینت هارد کد شه، اینو سرور خب همون سرور چجوری داره به کلاینتت میگه؟ همینه، مثلا من بهتون گفتم که یه توی اون ریسپانسی که مثلا میاد پر آیتم مثلا میگه که اکشنش فلان، خب اون اکشن فلانه اون دیپ لینکی که ما بهش بریم، مثلا میگه که اکشنش برو توی اطلاعات آگهی، اکشنش برو توی ارسال آگهی. حتی اگه جای دیگه نخواد بره چی؟ مثلا یه آیتمی رو ویزیبل یا گانش کنی، مثلا یه ارور مسیج داری، ارور مسیج رو موقعی رجیستر کردن یا موقع ثبت یه دونه آگهی جدید ویزیبل میشه، حالا بر اساس الان کامپانیش میکنه باید گام بشه مثلا بر استپ بعدی. این سافتویر ویژت بیسی که گفتم اکشناش میتونه فرق کنه، اینو دقیقا واسه همینه که وقتی روی آیتم کلیک شد من نویگیت کنم به یه جایی، ولی این چیزی که تو میگی بعد از این جیسون اسکیما استفاده کنیم، مثلا اگر روی فلان دکمه کلیک شد ما اینو ولیدیتش کنیم و اگه ارور داشت ارور نشون بدیم به کاربر. کتابخونه گروپی رو استفاده میکنین همین که هست، هیچ کانتریبیوت خاصی روش نکرده، این همون رو کلا استفاده میکنین؟ همون رو استفاده میکنیم، ولی یکی از توسعه دندامون خیلی مشتاق روش کانتریبیوت کنه و یه سری تغییرات تو خود پروژه خودمون روش اعمال کرده، ولی مثلا پول ریکوست نزده روش. آها پس خودتون یکم کاستوم شده، یه سری تغییرات توش دارید؟ یه سری مشکلات، یعنی یه سری قابلیت‌های خیلی زیادی داره، بعد ما اون قابلیت‌های خیلی زیاد رو میتونستیم حذف کنیم که پرفورمنس بهتری داشته باشه و این کارو کردیم و اون راضی هستیم. یه سوالی داشتم در مورد این که شما گفتید ویو هاردکورد نشه، از سمت سرور حالا ریسپانس بشه و بعد ارسال بشه، دلیل خاصی داره یا نه؟ ویو ها نه، بیزنس لاجیک، این که مثلا توی صفحه چه کامپوننت هایی میتونه نمایش داده بشه، توی بیشتر برنامه که احتمال ما توسعه داده این همش هاردکوده، مثلا ما گفتیم که توی مین اکتیویتیمون فقط مثلا میتونیم مثلا ویو هولدر ایو نمایش بدیم توی ریسایکلر ویو و دیتایی که سرور میده باید دقیقا همون باشه، یعنی باید دیتایی باشه که شما بتونید اون ویو هولدر رو باش بسازید، ولی توی در واقع کلاینت دیوار ما همچین کاری نکرد، اومدیم با همین آیتم های گروپی و این ساختار ویجت بیسمون کاملا داینامیکش کردیم، یعنی شما میتونید توی ریسایکلر ویو هر کامپوننتی که از این مال دیزاین سیستممونه نمایش بدید. سوالم اینه که این مزیتی که مثلا حالا میگین که پرفورمنس رو میبره بالا، مزیتش نسبت به اینکه شما ویو رو میبینی و در لحظه داری تو XML مثلا عوض میکنی، اینو میتونین یه بنچمارکی دارین روش که مثلا بگین که
اینقدر مثلا پرفورمنس رو میبره بالا و ارزشش در برابر این که داری میبینی ویو رو چقدر هست مثلا؟ ما پیج مارک واسه این انجام ندادیم، ولی خب میگم آرتیکل درباره سیات هست که مثلا اومدن بررسی کردن که چقدر میتونه پرفورمنس رو واقعا بهبود بده و خب طبق همون تصمیم گرفتیم و خیلی هم واسه مهم نبود که از XML استفاده کنیم، همین که پرفورمنس رو بهتری داشت واسه ما گزینه مثبتی بود که بریم سمتش و کام... یعنی اون فکر کنم منظور قسمت مثلا پری ویو اینا بود که مثلا نمیتونیم ببینیم. اون قسمت پری ویو رو ما مثلا توی چه مثلا صفحه چتمون میخوایم نمایش بدیم که از این کامپوننت ها رو نمیایم مثلا یه کامپوننت خیلی گنده داشته باشیم، یعنی اون صفحه تشکیل شده از همین کامپوننت های کوچیکه و شما توی لیوتتون در نهایت باید اون کامپوننت کوچیک ها رو کامپوست کنید توی لیوت XML، یعنی اینطور نیست که ما کاملا از لیوت استفاده نکنیم، این کامپوننت هایی که تو سنت داریم و میایم توی لیوت XML استفاده میکنیم، ولی اون خود کامپوننت ویو هایی که تو خودش کامپوست شده رو با اونا رو با لیوت نظر میدیم اونا رو. آره ولی خب شما میخواید مثلا این کامپوننتی که زدی ران کنی ببینی، حالا مثلا ممکن است چند تا اکتیویتی هم باید بگذری، یا اینکه نه میخوای بگی که مثلا ما یه طوری میزنیم که یا مثلا فرگمنتی میزنیم همون صفحه اول میبینیم و نمیدونم حالا چی کار میکنیم. اینو همین اپس کن هستم خیلی که گفتم دقیقا یکی از هدفاش همینه که توسعه دهنده نره تو اپ دیوار اون کامپورت پیاده کنه، یعنی اون توی پرسه پیاده سازیش میاد توی این سنت سمپل کامپورت رو عدش میکنه و حالا میاد اینو ران میکنه میبینه که اینجا چه شکلیه، یعنی اینکه این مشکل اون حل کرد. گرفتم دستت. یه ماژول جدا داره و حالا قبلا هم واسهش یه سی آی سی دی داشتیم که هر بار که یه تغییری توی سنت میدادیم اینو اپیکیش که بیلد میکرد میفرستاد توی کانال اسلکی که دیزاینر بتونه اون تغییرات رو در لحظه دانلود کنه ببینه. ولی این یه خوبی هم که داره اینه که مثلا ما الان دیزاینرامون توی ریپوزیتوری گیت‌لبمون کانتریبیوت میکنن، مثلا خودشون میان این سه چیزا رو تغییر میدن، چون این دقیقا میدونن که مثلا کامپوننت چه استیت هایی میتونه داشته باشه، مثلا چه جوری میتونه تغییرش بدن. خیلی راحت توی کد میان تغییر میدن، یعنی اون اس کد میذارن توسعه نمیدن و صرفا مثلا مثلا تک سایز مثلا یه کامپوننتی مثلا این تول بارمون فرض کن تک سایزش 14 است و اون خیلی راحت میتونه به تغییرش بده مثلا به 16 تغییرش بده، چون میدونه که در این ریسورس ها کجا هم استیت های کامپوننت چیه و اتریبیوت ها چیه.